روزهای فراوان بیننده چالشی دیگر از تلویزیون ایران فردا هستید. محبوبه مرادی هستم و در این نوبت از برنامه به خودمان خواهیم پرداخت. به ما، به نقشمان و تاثیرگذاریمان در صحنه دگرگونی ها و تواناییمان برای در انداختن طرحی نو به مسئولیت شهروندان در حکومت های توتالیتر یا همان تمامیت ها. حقوق شهروندی و مسئولیت شهروندی و مبارزات مدنی از موضوعاتی هستند که در سالهای اخیر درباره اون صحبت‌های زیادی شده. این در حالیه که مردم ایران از ابتدایی ترین حقوق شهروندی خودشون محروم هستند. برای دستیابی به این حقوق مسئولیت شهروندان چیست؟ اساساً مسئولیت و وظیفه شهروندی چطور معنی میشه؟ این وظیفه و مسئولیت شهروندی چه رابطه ای با حقوق شهروندی داره؟ آیا مبارزه با یک حکومت مبتنی بر تبعیض وظیفه و مسئولیت شهروندان است؟ آیا مردم ایران میتونن با مبارزات خودشون جمهوری اسلامی رو به عنوان یک حکومت استبدادی سرنگون کنند؟ اگر آری چگونه؟ در برنامه چالش این هفته در مورد این موضوعات با مهمانانمون خانم فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه 14 نفر از ایران، خانم الهه بغراد سردبیر کیهان لندن از آلمان و خانم فروغ کنعانی فعال حقوق زنان، ایشون هم از آلمان همراه ما هستند تا با هم در این مورد به گفتگو بنشینیم. درود می‌فرستم به هر سه میهمان برنامه. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. گفتگو رو با شما خانم سپهری عزیز شروع می‌کنم. به نظر شما به عنوان یک شهروند ایرانی دارین در داخل ایران زندگی می‌کنید، به شکل کلی شهروند رو چطور معنی می‌کنید؟ فکر می‌کنید که ما به عنوان شهروند چه حقوق شهروندی داریم و از اون طرف چه مسئولیت‌هایی رو فکر می‌کنید داشته باشیم؟ با سلام به شما و مهمانان برنامه، خوشحالم که به این برنامه دعوت شدم. ما هر انسانی رو بشر خطاب میکنیم، سوای این که در چه کشوری زندگی میکنه، چه زبانی داره، چه جنسیتی داره، چه نژادی هست. ولی وقتی میگیم شهروند مربوط میشه به اون فردی که در کدوم کشور داره زندگی میکنه، شهروند ایرانیه، آمریکایی، آلمانیه، و بنا به اون حکومتی که در اون کشور وجود داره مردم در اون کشور زندگیشونو دارن. ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی و در ایران چون یک حکومتی هست که مردم رو شهروند نمیدونه، مردم رو امت میبینه و نسبت به مسئولیت زندگی مردم زیاد مردم رو شهروند نمیدونه، میگه باید همه تحت امر من باشن و با برنامه هایی که خودش ایجاد میکنه و در این شرایط مردم بسیار در وضعیت امر و نهی قرار میگیرن و باید با حکومت همراه بشن و این یک نوع میتونه باشه که مردم تحت امر باید رفتار کنن، از حق و حقوق شهروندی برخوردار نیستن، با دستور اونها باید زندگی و روزمرگیشون رو بگذرونن. لذا من با عنوان یک ایرانی میگم که ما باید مطالبه کنیم. ما مطالبه نکنیم در این 42 سال با اینکه مردم هم کوتاه نیامدن، ولی جمهوری اسلامی با اون حکومت اثنا عشری که برای کشور تعریف کرده حقوق شهروندی رو بسیار نادیده گرفته. در کشور ما تنها مسلمانان شیعه زندگی نمی کنن و همه مردمی که در ایران هستن با اندیشه و فرقهای مختلفی هستن. پس لذا باید مطالبه کنیم تا حق و حقوق شهروندیمون رو از رژیم حاکم بخوایم و تا نخوایم مطمئنن که هیچ کشوری این کار رو نخواهد کرد، ولی جمهوری اسلامی چون مردم رو امت میبینه که دیگه سوای حکومت‌های دیگه داره رفتار. سپاسگزارم از شما. خانم بغراد، یک تعریفی رو از در واقع حکومت توتالیتر و حکومت
دیکتاتوری غیر توتالیتر اگر که امکان داره برای ما بفرمایید، و اینکه امروز تفاوت جمهوری اسلامی با حکومت‌های توتالیتری که کمونیستی هستن یا فاشیستی هستن رو چطور میشه بیان کرد؟ من سلام دارم خدمت شما، خدمت خانم سپهری گرامی و خانم کنعانی. ببینید، جمهوری اسلامی یک حکومت مذهبی است. وقتی تمام این تعاریف تمامیت‌خواه یا حکومت‌های توتالیتر رو نگاه می‌کنیم، خب اینها مفاهیمی هستن که هم در غرب پرورده شدن و هم اساساً از طرف غرب هم شما فاشیسم یا نازیسم یا کمونیسم رو نگاه کنید، اینها پدیده‌هایی هستن که در غرب شکل گرفتن. این که دلایلش چی هست یک موضوع دیگه است، اما فرق حکومت‌های تمامیت‌خواه یا توتالیتر با حکومت‌های دیکتاتوری‌های عادی میتونه نظامی باشه، میتونه استبدادی‌های سنتی باشه، در این هستش که به شدت انحصار طلب و همونطور که در اسمش هست تمامیت‌خواه هستن. این باعث میشه که دایره کسانی رو که در خودش میپذیره مرتب تنگ بشه و در نهایت یک حلقه مافیایی بسیار بسته باقی بمونه و تمام اون بخش‌های دیگر جامعه مرتب حذف میشن، چیزی که ما در جمهوری اسلامی هم دیدیم. اما اینکه جمهوری اسلامی چه فرقی با حکومت‌های فاشیسم و یا کمونیسم و نازیسم داره، اونها ایدئولوژی‌های زمینی هستند. ایدئولوژی‌هایی هستند که دوم خودشون رو به آسمان و به یک ناشناخته‌ای گره نمی‌زنند. این یه بخششه، تفاوت ایدئولوژیکش، در حالی که جمهوری اسلامی به دلیل اعتقادات ساده مذهبی مردم که در اغلب جوامع وجود داره از جمله در ایران، خودش رو به یک نیروی غیر انسانی گره میزنه که مردم در مقابلش نتونن هیچ کاری بکنن. یک بخشش اینه، یک بخش دیگرش که بسیار به نظر من مهم هست این هستش که دست کم اون حکومت‌های توتالیتر با ایدئولوژی زمینی دیگه به مسائل خصوصی و خورد و خوراک و پوشش و روابط آدم‌ها کاری نداشتند. جمهوری اسلامی اما به دلیل اینکه دینش رو به یک ایدئولوژی تبدیل کرده، به تمام کارهای آدم‌ها کار داره. الان شما در همین برنامه نگاه کنید و من این رو میتونم به شما بگم، در دوران پیش از وقوع فاجعه جمهوری اسلامی هم همین طور بوده. ما نشستیم، خانم سپهری با اعتقادات خودشون، با پوشش خودشون، ماها به شکل دیگه‌ای، و هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتیم و نداریم. اما وقتی حکومت میاد و میخواد ایده های خودش رو تحمیل بکنه، طبیعتاً شهروندان رو در مقابل خودش قرار میده. خانم سپهری به موضوع بشر در اول صحبتشون اشاره کردن، من به این نکته تاکید بکنم. ببینید، آزادی و آزادی خواهی یک امر سیاسی یا مال امروز نیست، در ذات بشره. انسان به عنوان انسان طبیعی، به عنوان بشر، اگر شما بخواید محدودش بکنید، به هر شکلی که بتونه تلاش میکنه تا اون آزادی خودش رو به دست بیاره. اون آزادی طبیعی رو که البته بحثش بحث دیگری است، در فلسفه سیاسی مطرح میشه که همه از یک سری آزادی های چشم میپوشند تا بتونیم اینجا با همدیگه زندگی بکنیم. واقعیت این هست، از آزادی‌های طبیعی چشم می‌پوشیم تا بتونیم در یک اجتماع با قبول قراردادهای اجتماعی با همدیگه زندگی بکنیم. جمهوری اسلامی همه اینا رو می‌ذاره زیر پا، میگه همه شما باید به اون قراردادها و احکامی که من میگم گردن بذارید، وگرنه یا حذف میشید و یا اینکه در حد همون امتی هستید که خانم سپهری هم به درستی اشاره کردن، و هر بار که رأی خواستیم میایم شما بیایید به ما رأی بدید، در واقع با ما بیعت بکنید، ما هم سر کار بمونیم.
بنابراین در واقع در این جمهوری اسلامی آیا می شود کمترین نوعی از آزادی رو تعریف کرد یا خیر؟ آیا انتخاب‌های محدودی به شکل خیلی حداقلی در داخل جمهوری اسلامی می شود تعریف کرد به نظر شما؟ خب اینو که مردم ببینید با تجربه خودشون به نتیجه رسیدن. برای چی آدم‌ها انتخاب می‌کنند؟ برای اینکه به یک سری حقوقشون برسن، به یک سری مطالباتشون جواب، یعنی عاشق چشم و ابروی در همین آلمان هم وقتی میرن انتخاب میکنن، عاشق چشم و ابروی آدما که نیستن، که احزاب، گروه‌ها میان، افراد، شخصیت‌های اجتماعی سیاسی میان برنامه میدن، آدم‌ها میرن به اون برنامه‌ها رأی میدن و بعد که میبینن که اون برنامه‌ها وعده بود بی خود بود، دوباره میرن در 4 سال دیگه، در یه دوره دیگه انتخابشون تغییر میدن. نه، ببینید جمهوری اسلامی اصلا هیچ کدوم از این مفاهیمی که هی بهش بستن باهاش جور در نمیاد. اصلاحات، اصولگرا، تندرو، میانه رو، قانون اساسی، تفکیک قوا، دموکراسی، اینا اصلا با این نظام جور در نمیاد. این یک حکومت اسلامی ولایت فقیهی مطلقه است و همونطور که گفته شد مردم رو امت و گوسفند میبینه. شبانشون هم یک آدم عقب افتاده نادان ناکارآمد مثل اولش خمینی و بعدش هم علی خامنه ای و بقیه شون هم شما نگاه بکنید ببینید این آقای رئیسی رو که میخوان به زور غالب بکنن به عنوان رئیس دولت آینده، این دوتا کلمه حرف بلد نیست بزنه. آخه در کجای دنیا آخوند میتونه کشورداری بکنه که اینها هر سه قوه رو در اختیار اینا گذاشتن؟ سپاهی هم به وجود آوردن برای اینکه اینها رو حفظ بکنه. بسش زیاده، ولی خب من وقت رو نمیگیرم بقیه هم صحبت بکنم. خانم کنانی عزیز، شما مسئولیت شهروندها رو در حکومت‌های توتالیتر چطور تعریف میکنین و فکر میکنین که چه تمایزی میشه بین شهروندانی که در حکومت‌های توتالیتر زندگی میکنن با شهروندانی که در حکومت‌های دموکراتیک زندگی میکنن قائل شد؟ اولا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خانم های میهمان برنامه. ببینید به صورت کلی حقوق شهروندی در حکومت‌های نرمال با مشارکت تعریف میشه، یعنی بخش عظیمی از فعالیت‌های شهروندی مشارکت‌هایی هست که چه در حیطه اقتصادی، چه در حیطه اجتماعی، چه در حیطه فرهنگی و به خصوص در حیطه سیاسی ازش نام برده میشه. اما در حکومت‌های توتالیتر به خاطر ماهیت دیکتاتوری و تمامیت‌خواه تقریباً این امر غیر ممکن هست، به خاطر اینکه وقتی شما در سیستم مشارکتی انجام میدید، خود به خود حکم تایید حکومت رو میدید، خود به خود وارد بازی سیاسی میشید. متاسفانه در تجربه جمهوری اسلامی در ایران به این حالت رسیدیم که حتی مشارکت‌های فرهنگی، حتی مشارکت‌های ورزشی در سطح ملی برای مثال، حتی مشارکت‌های اقتصادی بزرگ هم ناخودآگاه یک سرش به وابستگی‌های خاص سیاسی میرسه. یعنی شما خیلی ها رو میبینید که متاسفانه معترفند که برای اینکه فلان مجوز رو برای فعالیت اقتصادیشون بگیرن، مجبورن دم لای تله سیاسی فلان جبهه یا جناح بدن. و خب این چیزیه که کار رو برای شهروندان حکومت توتالیتری مثل جمهوری اسلامی در ایران بسیار پیچیده و مشکل میکنه. یعنی در واقع سوال مدام اینه، خب پس ما باید چی کار کنیم؟ زمانی اگر برگردیم به 76، به سال 76 و دوره‌ای که این امید اصلاحات در دل مردم ما در واقع شکل گرفت، امیدوار بودیم که این قضیه جایی حس بشه. خیلی ها بودن که رأی دادن، خیلی ها بودن که دل بستند و امید بستند به یک تغییر مدنی که اگر اشتباه نکنم اون زمان شعار سیاسی کاندیدایی بود که بعدها رئیس جمهور شد، محمد خاتمی، و فکر میکردن که شاید بشه جامعه‌ای داشت که کمی به سمت نرمال بودن پیش بره و بشه مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی برای مشارکت‌های سیاسی و همسویی با نظامی باشه که به هر حال از همون ابتدای استقرارش دستش به خونه هموطنان و شهروندان چه بسا بیگناه آلوده شده بود. و خب این به خاطر پیچیدگی شرایط هست. بنابراین میتونیم ببینیم با تجربه‌ای که ما حداقل در مورد ایران داریم، عدم مشارکت اجتماعی و سیاسی از قضا خودش یک پاسخ، در واقع یک جور پاسخ صحیحی هست به وظیفه شهروندی ما، اینکه ما باید چه کنیم. در درجه اول عدم مشارکت سیاسی، برای مثال انتخابات ریاست جمهوری، شوراها، در هر سطح لولی، زمانی که بایکوت میشه
یک گرایی به حکومت داده میشه مبنی بر عدم محبوبیتش. به هر حال این بدیهی و مبرهنه که این حکومت هم یک سری افرادی داره که به هر حال یا به دلایل دلسپردگی همونطور که سرکار خانم بغراد گفتن ایدئولوژی یا به دلایل شخصی، حالا به هر دلیلی که لازم به ذکر نیست بدیهیه، سینه چاک سیستم هستن به اصطلاح و در هر شرایطی در صحنه هستن، به قول معروف حضور دائمی دارن، ولی بقیه مردم که اتفاقا حد زده میشه که یک اکثریتی هستن در برابر این اقلیت، میتونند با عدم مشارکت اتفاقا نقش صحیحی اجرا کنند و حداقل کاری که میتونن بکنن، حتی با وجود صحنه سازی هایی که ممکنه بشه، حتی با وجود فیک سازی ها یعنی دروغ سازی هایی که ممکن از لحاظ سیاسی انجام بگیره، حداقل در سطح بین المللی این عدم مشارکت رو بروز بدن و نشان بدن. اگر این مسئله مهم نبود، این گونه نبود که حکومت دست به دامان هر نوع فعالیتی، هر سلبریتی، هر چهره‌ای که فکر میکنه بتونه قدمی در این مسیر پیش ببره بشه، التماس کنه رسما برای رأی دادن، به هر ترفندی قائل بشه، از اعمال زور تا ارعاب تا تهدید تا تطمیع، با انواع سیاست‌های به قول معروف چماق و هویج سعی کنه مردم رو به صحنه بکشه. بنابراین این عدم مشارکت از نظر من خودش میتونه یک اکت خیلی پسیو، خیلی مفعول سیاسی باشه، اما بسیار مؤثر به گمان من. درسته، اینطور که من برداشت کردم در واقع اون صحبت شما بر این هست که اتفاقا مردم ایران در شرایطی که دارن زندگی میکنند به عنوان یک اکت دموکراتیک و سیاسی، شاید در قیاس با مردم سایر کشورهای دموکراتیک، باید اکتی رو برعکس انجام بدن. یعنی عدم مشارکت در انتخابات در جمهوری اسلامی برابر است با شاید مشارکت مردم در کشورهای حالا مثل فرانسه، آلمان و یا انگلیس و از این دست. دقیقاً من فکر می‌کنم برخلاف این که، یعنی این بسیار برای من به عنوان حالا یک شهروند ایرانی، نه شهروند جمهوری اسلامی، بسیار دردناکه که ما نمیتونیم اکت سیاسی داشته باشیم، ولی این چنینه چون ما امیدی به دموکراسی در این چارچوب نداریم. این یک بیراهه است که با هیچ فعالیتی در چارچوبش این سیستم متاسفانه به راه نمیاد، متاسفانه اصلاح نمیشه. فکر میکنم 42 سال زمانی بود که به همه ما ثابت کرد که چقدر امیدهامون به راحتی ناامید میشه و چاره ای جز نبودن در این سیستم، نبودن در این فضا و چارچوب و بازی نکردن در این زمین نیست. حتی اگر تلخ و یه مقدار برای باورهای شخصی ما از لحاظ دموکراتیک باشه حتی. درسته، پس به این ترتیب عدم مشارکت در انتخابات در این دوره که داریم میبینیم یک حکت کاملا ایجابی است و نه سلبی. نه، کاملا همینطوری که شما میفرمایید، متاسفانه. خانم سپهری گرامی، شما در بحث امروز ما به عنوان یک نمونه محبوب و موفق در این زمینه هستید و فعالیت هایی که به عنوان یک شهروند دارین در اون ساختار به هر حال بسته و به نوعی تحت خفقان انجام میدید کاملا مشهود هست. شما میتونید به ما توضیح بدید که در واقع ما در ایران چطور میتونیم با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم؟ شما چه فعالیت هایی رو با چه انگیزه هایی بیشتر انجام میدین و به نوعی تفاوت ما ایرانیان رو با سایر مردم در سایر کشورهای به نوعی دموکراتیک چطور تعریف میکنید؟ جمهوری اسلامی چون یک حکومت تمامیت خواهی هست، خودش رو صاحب مردم به حساب میاره و مردم هیچ حقی رو ندارن. مثلا مردم باید برن رأی بدن، مردم باید برن راه پیمایی کنن، مردم هرچی جمهوری اسلامی بگه. ولی من به شخصه میگم هرچی ما آگاهیمون رو بیشتر ببریم بالا و مطالبه‌گر حق و حقوقمون باشیم، باعث میشه که جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه و پاسخگو باشه. در این 42 سال جمهوری اسلامی با این ولی فقیهی که آمد برای مردم مطرح کرد و قانون اساسی بسیار ضد بشر، بگم ضد قانون زن، ضد حقوق شهروندی، باعث شده که مردم رو تحت امر خودش قرار بده و ما باید کاری بکنیم که مطالبه کنیم حقمون رو، هر کس به نوعی. من یک زن خونه دارم،
حق حقوق خودم رو بخوام. یکی کارمنده، کارگره، کشاورزه، معلمه، هر کس در هر جایگاهی که در کشور داره باید مطالبه‌گر حق خودش باشه و مجبور کنه جمهوری اسلامی رو. جمهوری اسلامی کشوری نیست، حکومتی نیست که به وظایف خودش بخواد عمل کنه، ولی وقتی که مردم مطالبه کنن مجبور میشه که عقب نشینی کنه و پاسخگو باشه. سپاسگزارم از شما. خانم بقراط گرامی، خانم سپهری به مسئله آگاهی اشاره کردن و اشاره کردن که امروز در واقع این آگاهی و آگاه بودن به حقوق انسانی و شهروندی ما در داخل ایران هست که میتونه ما رو وادار به عکس‌های مؤثر بکنه. آیا تا کنون سابقه داشته که مردم یک کشوری با یک انقلابی که مشخصا از روی آگاهی به وجود میاد یک حکومت توتالیتر رو سرنگون بکنه؟ اگر نمونه هایی در این مورد میشناسید برای ما تعریف بکنید. مرسی. ببینید، موضوع آگاهی بسیار مهم هست و در واقع اولین گام هست برای اینکه آگاهی یک خصوصیتی داره که شما امکان نداره آدم آگاه رو بتونید برش گردونید و به اصطلاح ناآگاهش بکنید. وقتی فهمید که برای مثال آزار حیوانات بد، زشت، غیر انسانیه، شما نمیتونید اون رو ناآگاهی رو ازش بگیرید، این ثبت میشه. دقیقا همین موضوع درباره حقوق خودش هست. کسانی که تعجب میکنند از اینکه مثلا یک سری زنهایی که اصلا ریخت و قیافه شون هم با این جمهوری اسلامی نمیخونه ولی مثلا میرن به در انتخاباتی شرکت میکنند که حقوق اونها رو زیر پا میگذاره، من همیشه حالا به غیر از اون بخشی که به هر حال ممکنه تبلیغات پرداخت شده باشه و کسانی رو استخدام کرده باشن برای این کارها، ولی اگر کسانی این کار رو کردن بخشیشون، نه اونهایی که آگاهانه و هدفمند میرن رأی میدن تا به استمرار کمک بکنن، ناآگاهیست. این آگاه نیست که این نظام حقوق این رو داره زیر پا میذاره. اون شهروند اول از همه باید بدونه چه حقوقی داره به عنوان زن، به عنوان کودک، کودک حالا سرپرستاشون بدونن کودکان چه حقوقی دارن، به عنوان یک مادر، به عنوان یک کارمند، به عنوان یک کارگر، تا بعد بتونه اون حقوق رو بخواد. البته من فکر میکنم در جمهوری اسلامی اصلا موضوع سر این نیست، خیلی خیلی عقبتر از حقوق مردم هست. یعنی شما اصلا نمیتونید این رو با هیچ پدیده‌ای توضیح بدید که چطور کارگری میره 8 ماه کار میکنه، اون حقوق کارش رو بهش نمیدن، بیمه نداره، از حوادث به اصطلاح کارگری در برابرش هیچ تضمینی نداره. یعنی یک چیزهای بدیهی در جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته میشه. حالا اون حقوقی که من به عنوان کارگر مثلا در قانون کار حداقل دستمزدم با زندگیم جور در بیاد و اینا، اونا تازه یک مرحله بعد میشه. این یه بخشه. اگر بخوام به بخش دیگر سوال شما بپردازم که آیا حکومت‌های توتالیتر نمونه داره، اولا من همیشه فکر کردم هر کشوری منحصر به فرده. در این میان جمهوری اسلامی از همه اینها منحصر به فردتره، چون شما یک نشانه هایی از کمونیسم، فاشیسم، نازیسم میبینید، در کنارش یک مجموعه رو میبینید که در هیچ جای دیگه، یعنی شما هیچ نمونه ای مانند حکومت جمهوری اسلامی رو در تاریخ و در جهان امروز نمیتونید نشون بدید. درسته که گاهی وقتا با چیزهای مقایسه میشه، برای مثال ما خودمون به طور مرتب میگیم قرون وسطایی، ولی به نظر من حتی با اون حکومت قرون وسطایی هم قابل مقایسه در تمام ابعادش نیست. چرا؟ چون اون واقعا قرون وسطا 800-900 هزار سال پیش بوده و این در قرن 20 و 21 هست. این یعنی اینکه اصلا یک پدیده دیگری. اما اینکه مردم میتونن حکومت‌های توتالیتر رو سرنگون بکنن، البته که میتونن، منتها بسیار مشکل هست، چون حکومت‌های توتالیتر طبیعتاً بی‌رحم هم هستند، سرکوبگر بسیار قهاری هستند و در این میان چندین عامل باید دست به دست همدیگه بده تا این حکومت‌ها سرنگون بشن. نمونه‌هاش در کشورهای مختلف
میگم چون هر کدوم منحصر به فرد هستن و جمهوری اسلامی خودش یک حکومت ویژه هست، نمیشه واقعا مشابه اینها رو پیدا کرد. مثلا اگر حکومت هیتلر به عنوان یک حکومت توتالیتر مثال زده میشه، خب اون با جنگ سرنگون شد، ولی در این حال اگر فرزن در سپتامبر سال 1939 به لهستان حمله نمی‌کرد، شاید یه 40 سالی مثل جمهوری اسلامی ادامه می‌داشت. نه، اینا نکاتی هستش که نمیشه میشه در تاریخ تطبیقی اینها رو با هم مقایسه کرد، ولی واقعا نمیشه عین همدیگه فکر کرد چون اونجا اینجوری شده پس اینجا هم اینجوری میشه. چون حکومت جمهوری اسلامی منحصر به فرد هست، من همیشه فکر کردم راهی که مردم ایران میرن هم منحصر به فرد خواهد بود، بر اساس تاریخ و فرهنگ و تجربیاتش خواهد بود. شما ببینید این همه سالها خود من یکی از اونهایی هستم که همیشه نگفتم به دیگران رأی بدید یا ندید، اما همیشه مدافع تحریم انتخابات بودم. چرا؟ چون انتخابات در چنین رژیم هایی در جمهوری اسلامی زمین بازی ما نیست، ما اصلا کاری نیستیم، زمین بازی مردم هم نیست. مردم فقط میخوان برای صف بعدم برن خونه هاشون، و مردم هم در از طریق آموزش توی مدرسه، توی رادیو تلویزیون، رسانه ها یاد نگرفتن وقتی رأی دادی پای رأیت وایسا، بگو ای کسی که وعده دادی این کارا رو میکنم و من به تو رأی دادم، کو؟ نه، همچی چیزایی هم نیست. به همین دلیل من فکر میکنم که مردم بر اساس هرچی هم ما داد و فریاد میکردیم، تا این تجربه دردناک و سنگین رو نمی کردن، به اینجا نمی رسیدن که بگن نه به جمهوری اسلامی. رأی بی رأی، ما رأیمون رو از شما که ما رو ندیده می گیرید، ما رو گوسفند می دونید، ما رو امت می دونید و ما رو غارت می کنید، کشور ما رو ویران کردید، دریغ می کنیم، رأیمون رو به شما نمی دیم. این اون آگاهیه که خانم سپهری هم بهش اشاره کردن و برگشت ناپذیره. فقط باید منتظر موند و دید چه اتفاقاتی خواهد افتاد. سپاسگزارم از شما. خانم کنعانی، خانم بقراط اشاره کردن به این که به هر حال توی حکومت‌های توتالیتر تمامیت خواه اکثریت بزرگ شهروندان خیلی به خاطر شرایطی که وجود داره به هر حال اکتیو انقلابی مداومی انجام نمیدن. شما نظرتون چیه؟ شما فکر میکنین چرا مثلا حالا کشور خودمون رو مثال بزنیم، توی این 43 سال اخیر ما درسته که به هر حال قیام های متعددی رو داشتیم، اما اونطور نبوده که بخواد به یک سرانجام مشخص و تعریف شده ای برسه. نظر شما در این مورد چیست؟ به صورت کلی علاقه اجتماعی به مسائل سیاسی اونقدر بالا نیست. حالا خاورمیانه به خاطر پیشینه سیاسی خاصی که داره در واقع استثناست، یعنی ما مردم خاورمیانه کلن مردم سیاست زده ای هستیم، حتی در همین قلب اروپا یا امریکا هم وقتی به هم میرسیم شاید دومین بحث مورد علاقه بعد از معرفی کردنمون همیشه میرسه به سیاست‌های منطقه‌مون. اما ببینید سیاست کلاً در جهان به 6 دلیل عمده میتونم بگم که مورد قبول نیست، یعنی حتی اگر ما درباره یک سیستم کاملا دموکراتی صحبت کنیم. اولی که سیاست کثیف قلمداد میشه، یعنی خیلی از فرهنگ‌ها خیلی از زبان‌ها اینو دارن که سیاست کلاً یک بازی کثیف دقیقاً با یک همچین کلمه‌ای انگاشته میشه. مسئله بعدی اینه که اصلا شاید بی‌علاقگی وجود نداشته باشه، بلکه نوعی سرخوردگی اجتماعی از مسائل سیاسی هست. و خب سابقه خود دموکراسی هم میدونید که به شاید 1000 سال برمیگرده، از زمانی که در یونان و روم درباره این مسئله صحبت میکردند، پاگریزی میکردند و حرفا دربارش میزدن، همیشه یه مقدار یه حالت سرخوردگی، یک حالت به قولی ناامیدی از حتی همین حاکمیت اکثریت بر اقلیت وجود داشته. از سوی دیگه به هر حال میتونم بگم که یک علت هم میتونه این زبان غیر شفاف سیاسی باشه. یعنی مثلا شما نگاه کنید که چطور در حتی میگم در کشورهای دموکرات
یک زبانی شوم و مهیب به کار برده میشه. این دقیقا اصطلاحی هست که ریچارد بری در دموکراتیک آودیت براش استفاده میکنه در انگلستان و میگه که از زبانی شوم و مهیب استفاده میکنن سیاستمداران دنیا که برای عوام مردم چندان خوشایند نیست. و این حتی در کشور ما هم مثال بارزی هست، همین بحث زبان که خانم بغراد مطرح کردن، اینکه کسی کاندید میشه که حتی نمیتونه از پس یک مصاحبه ساده بدون غلطهای دستوری یا کلامی بر بیاد، نمیتونه با فصاحت صحبت کنه، یعنی حداقل‌های یک رفتار اجتماعی رو بر در واقع بلد نیست که اون ارتباط کلامی برقرار کردنه. مسئله بعد اینه که سیاست‌های احزاب حتی در کشورهای دموکراتیک معمولا خیلی به صورت صفر و یکی، سیاه سفید یا بله خیری هست، یعنی یا جوری پاسخ میدن، یه جورایی میتونم بگم که زیاد مردم رو اینتלקچوال یا در اون حد نمیبینن که شفاف سازی انجام بگیره و این خب یک بخشی رو به خصوص بخش اینتלקچوال و الیت رو ناامید میکنه و این رو به خصوص الان که مدیاها در دسترس قرار دارن طبیعتاً میشه به جامعه انتقال داد که خب در مورد ایران هم به کرات اتفاق میفته. خود ساختارهای دولتی حتی در سیستم‌های نرمال هم یه مقدار مانع هستن، یعنی مثلا وقتی ما داریم در مورد حمل و نقل صحبت میکنیم، ارگانیزیشن یا وزارتی که درباره حمل و نقل حرف میزنه غالبا فراموش میکنه که بایستی سیاست‌های زیست محیطی رو هم در نظر بگیره، ولی مردمی که از بیرون دارن نگاه میکنن منتظر یک جواب برای جفت این مسائل هستن. در مورد ایران تمام اینها ضرب در یک بیسوادی مطلق سیاسی و به توان یک مقدار دیکتاتور معابی و یک مقدار که چرت کنم بی نهایت دیکتاتور معاوی در تاریخ ایران تقریبا بی سابقه، در عصر حاضر، در جغرافیای حاضر هم حتی بی سابقه میرسه و طبیعتا به خاطر سبعیت سیستم، به خاطر همین ایدئولوژیک بودنش، اینکه حتی عدم چه میدونم تبعیت از یک پلیس رو هم میتونن ربط بدن به عدم نمیدونم تبعیت از امام و زمان و بنابراین مخالفت با فرمان خدا و حتی ممکنه منجر به زندانی شدن یا کشتار بشه، این عدم تناسب جرم با تنبیه، همه اینا دست به دست هم میده تا مردم بیشتر در خود فرو برند و امید به مشارکت سیاسی رو از دست بدن. این مشارکت سیاسی به خصوص میتونه در مورد مبارزه معنا پیدا کنه، یعنی شما وقتی که یک رفتار سیاسی مثل مخالفت رو با گلوله در آبان پاسخ دادی در آبان 98، یعنی برای یک اعتراض به گرانی منجر به خاک و خون کشیده شدن مردم میشه، یا مثل عکسی که سرکار خانم سپهری به هر حال به عنوان نمایندهش اینجا هستن، یک نامه ساده منجر به این حجم از دستگیری و عقوبت‌های سنگین میشه، طبیعتاً نمیشه انتظار داشت که مردم خیلی سینه چاک تغییر یا مشارکت سیاسی باشن. نه اینکه این اتفاق نمیفته، اما در زمان خودش و به روش خودش و با پروسه‌ای که قطعاً پیش خواهد اومد، اما اینکه ما براش استراکچری در این سیستم بتونیم ببینیم، من این رو دور می‌بینم، به خاطر اینکه کلاً سیستم‌های توتالیتر سعی میکنن تا جایی که ممکنه با ابزار زور و با ابزار پروپاگاندایی که در کشورهای دیگه دارن و سعی میکنن تایید بخرن، مثالش رو داریم الان به خوبی میبینیم، این فعالیت ها رو علیه خودشون رو مدام به عقب میندازن و متاسفانه کار رو برای شهروند و احقاق حقوقش تا جایی که من متوجه میشم بسیار مشکل تر از اونی میکنن که بشه چندان خوشبین بود. خانم کرانی عزیزی، جمله هم هست که حالا تا چندی پیش حداقل به نوعی در واقع افواه عمومی ایرانیان یک نوع پرستیژی به حساب می اومد با عنوان اینکه من سیاسی نیستم و اتفاقا این به یه جورایی انگار که فرد رو میکشید به یک سمتی که خب من اصلا دخالتی نمی کنم و نظرات سیاسی ندارم، اصلا از سیاست چیزی نمیدونم و به نظرم میاد امروز این جمله کم کم داره اون ارزش خودش رو در جامعه ایرانی از دست میده. ما داریم گزارش هایی رو میبینیم اتفاقا حالا دم انتخابات که هست و مردم تریبون آزادی دارن برای اینکه چند لحظه ای صحبت بکنن که خیلی هم فرصت غنیمتی است در جمهوری اسلامی، ما قشنگ شاهد این هستیم که تعریف این جمله داره کاملا عوض میشه. به نظر شما چطور هست؟ کاملا صحیحه. ببینید، من فکر میکنم نقطه عطف زمانی که ما ایرانی ها فهمیدیم که من سیاسی نیستم به هیچ وجه نمیتونه یک پرستیژ اجتماعی برامون باشه، کشتار هواپیمای موسوم به هواپیمای اوکراینی بود. این جنایت
کسانی رو هدف گرفت که چه بسا خیلی هاشون سیاسی نبودند، چه بسا خیلی هاشون الیتی بودند که سعی می‌کردند در دنیای علمی خودشون، در دنیای اجتماعی خودشون یا در دنیای حرفه‌ای خودشون بمونند و به قول معروف تا جایی که میتونستند بیگناه و بی آسیب به بقیه اقشار جامعه داشتن زندگیشون رو می‌کردند. حتی خیلی‌هاشون دیگه ساکن ایران نبودند. یعنی به چشم دیدیم که حتی ایزوله شدن ما از سیستم سیاسی و اجتماعی ایران هم نتونست هموطنان ما رو نجات بده و به اصطلاح ترکش این توتالیتر جانم چه بسا یه بخش عمده‌ای از اونها حتی شاید موافق سیستم و نظام هم بودن در میان کشته شدگان هواپیمای اوکراین. متاسفانه ما جزء این کشته شدگان کسانی رو هم داشتیم که زمانی شاید بخشی از بدنه سیستم بودن، حالا زیاد یا کم یا حتی موافق بودن، یا یکی از این عزیزان کاربر توییتر بود و متاسفانه بعد از فوتشون موقعی که توییتاش بالا می اومد من یادمه که خیلی دردناک بود که چطور مصرانه مقاومت میکرد در برابر ایده تحریم انتخابات و فکر میکرد که فکر بهتریه. برای من به شخصه این تجربه شخصی حداقل پیش اومد که خیلی ها رو دیدم که از حالا من که خب همیشه تحریم کردم، به قول خانم بغراد همیشه مخالف بودم، ولی دیدم در اطرافم که خیلی ها گفتن و متوجه شدن به عینه که من سیاسی نیستم، نه مسئولیت ایجاد میکنه. در دی 96، در آبان 98، ابراهیم کتابدار کنار خیابون ایستاده بود و فقط تماشاگر بود و کشته شد. فیلمی منتشر شد از کسی که پشت دیوار خونه، پشت دیوارهای خونهش و از پنجره داره فقط نگاه میکنه و کشته شد. و خب کسانی بیگناه، پدران خانواده، فرزندان رشید خانواده های ما، کسانی که واقعا نه ظلمی به کسی کرده بودن نه جرمی مرتکب شده بودن، که اصلا اعتراض جرم نیست، اصلا حتی جرم اجتماعی و سیاسی نیست، حتی طبق قانون اساسی همین جمهوری اسلامی اعتراض یک حقه، ولی به هر حال دیدیم که به خاک و خون کشیده شدن، جوانی و آرزوهاشون پرپر شد. بنابراین من سیاسی نیستم یک جور اعلام تحمیق از نظر من. حالا شاید این یه مقدار زیاده روی به نظر بیاد، ولی تجربه ایران این رو نشون میده. ما راجع به یک حکومت دموکرات صحبت نمی‌کنیم، ما راجع به جای صحبت نمی‌کنیم که مثل حکومت آلمان شما بتونید هر چه که دلتون می‌خواد به نفر اول مملکت بگید و خیلی راحت برید بار بشینید و زندگی نرمالتون رو داشته باشید، یا برید خونه‌تون و هر کاری که دلتون می‌خواد انجام بدید. شما یک مجرم بالقوه هستید در جمهوری اسلامی که هر آن ممکنه بالفعل بشید. شما همیشه یک جرمی در ایران مرتکب شدید در سایه جمهوری اسلامی، فقط هنوز کشف نشده. در خونه جلوی شوهر خالتون ویروسداری گشتین، شما مجرمین. شما نماز نمیخونین، شما مجرمین. لاک روی ناخونتون دارین، مجرمین. شما با دوست دختر دارید، مجرمین. من میخوام بگم تمام اینها از ماها مجرم هایی میسازه که ما خسته ایم از کشیدن این بار جرم و فکر میکنم تا یک حدی میتونیم سعی کنیم سیاسی نباشیم چون خستگی اجتماعی داریم، اما بالاخره یک جایی این سر باز میکنه و این چرک و خون نهفته در این 42 سال احتمالاً خیلی زودتر از اونی که ما فکرشو بکنیم و نه به اون روشی که حتی ما فکرشو میکنیم سر بیرون میزنه. سپاسگزارم از شما، متشکرم. خانم سپهری گرامی، شما فکر میکنین که با توجه به این که ما به هر حال اکت های بسیار زیادی رو به عنوان اکت سیاسی یا اعتراضی یا مدنی در داخل ایران مردم انجام دادن، نمونه هاش بسیار هست، اصلا روزانه خیلی ما شاهدش هستیم، به هر حال اعتراض زنان رو به حجاب اجباری شاهد هستیم، ولی خب خیلی پراکنده بوده دیگه. یه روزی کارگران اعتراض میکنن، روز دیگر معلمان، روز دیگر پرستاران، کشاورزان، و خب اینها همه با هم هنوز یکی نشده. آیا شما فکر میکنید اگر بخش بزرگی از جامعه برای احقاق حقوق خودش به مبارزه دست جمعی و یک جا و یک زمان به پردازه، این رژیم قادر هست که با مردم مقابله بکنه و اون رفتاری رو از خودش سر بزنه که در آبان 98 دیدیم؟ جمهوری اسلامی از همون ابتدایی که روی کار اومد و برای اینکه خودش رو بتونه حفظ کنه، خط قرمزهای خیلی پررنگی رو مطرح کرد و به مردم ابلاغ کرد، از جمله اینکه شما حق ندارین راهپیمایی کنین بدون مجوز، شما حق ندارین راجع به رهبری صحبت کنین، جرم اینا همه، شما هر چی ما میگیم شما باید همون رو انجام بدین. ولی در این 4 سال گذشته و قبل از اون، از 88
که مردم دیدن تقلب شد و مردم رو در کف خیابون زدن، خب اعتراضای مردم خیلی بهتر شکل گرفت. راهپیمایی های میلیونی در سال 88 داشتیم. بعد اومدن در 96 مردم به وضوح حرف دلشون رو زدن و گفتن دیگه ما به اصلاح طلب و اصولگرا دیگه هیچ اعتمادی نداریم. اینا هر دوتا میتونن برای جمهوری اسلامی وقت گیرن بخرن و عمر جمهوری اسلامی رو مستدام بدارن. و با اینکه مردم سرکوبم شدن، کشته شدن، ولی در حال حاضر در این چند سال اخیر بسیار مردم با هم همراه شدن، مطالبه گر حق حقوقشون شدن، آگاه شدن نسبت به ظلم‌های جمهوری اسلامی. اون ابتدایی که جمهوری اسلامی اومد، خب خیلی از سران رژیم قبلی رو اعدام کرد، مخالفین زیادی رو در دهه 60 کشت. خب تا یک حدی شبکه‌های اجتماعی نبود، آگاهی مردم کم بود، مردم به نوعی همه درگیر نشده بودن، تا یک حدی درگیر نشده بودن، بیخبر هم بودن، میگفتم خب به ما چی. ولی در حال حاضر با وضعیت در الان جامعه داریم ما میبینیم و من در ایران هستم، کسی نیست که دیگه بخواد از جمهوری اسلامی بترسه و یا دلخوش باشه که جمهوری اسلامی قابل اصلاحه، قابل تغییره، نمیدونم این دوز بره دوز دیگه بیاد حتمی بهتر خواهد شد. نه. پس مردم که الان دارن مطالبه میکنن حق و حقوقشون رو خیلی تغییر کرده. مردم دارن میبینن که جمهوری اسلامی فقط و فقط به فکر منافع خودشه. مانند زمانی که من اینو عقب‌تر برم، در زمانی که جنگ و حالا به هر نوعی شروع شد، خب میتونست در یک سال دو سال اول تموم بشه، ولی جمهوری اسلامی انقدر به قول خودشون کش داد تا آخر اسلحه های خودش تموم شد، موقعیت خودش رو در خطر دید، برای مردم هیچ ارزشی قائل نبود. و در این چند سال گذشته مردم نسبت به درآمد کشور، نسبت به رفتار جمهوری اسلامی، چه با ملت، چه با منطقه، چه با دنیا و جهان، خب مردم میبینن که باید بیستن جلو جمهوری اسلامی. و درسته که اینها میان مثلا انتخابات به نوعی فرمایشی برگزار میکنن، ولی مردم دیگه به این باور رسیدن که اینها همش برای خودشون دارن کار میکنن. برای مردم در این 42 سال کاری نکردن، نه در زمینه اقتصادی، نه در زمینه اجتماعی، نه در زمینه امنیت، هیچی. لذا مردم هر کسی به نوعی آمده جلو و ایستاده و در مقابل جمهوری اسلامی مطالبه میکنه حقشو. شما گفتین تریبونای آزاد، خب همه دوستان دیدیم که مردم میان به راحتی دارن میگن و این تابو شکسته شده. مثلا ما اومدیم دو سال پیش بیانیه 14 رو امضا کردیم، یکی از مطالبات ما این بود که آقای خامنه ای باید شما استعفا بدید، جمهوری اسلامی باید بره. و درست هزینه دادیم، ولی به راحتی بهتر و از 10 سال، 20 سال، 40 سال پیش راحت تر میشه مطالبه کرد. و جمهوری اسلامی خودش یک عقب نشینیه و ما نباید ناامید بشیم. درسته داریم زجر میکشیم، تعدادی در زندان ها هستن از جمله برادر خودم، ولی من میبینم شرایط الان خیلی بهتر شده که مردم میتونن حرفشون رو بزنن. قبلا به قول دوستان اگر کسی نماز نمیخوند هم باید اعدام میشد، اگر کسی با دوست پسرش میرفت بیرون باید شلاق میخورد، ولی در حال حاضر مجبور شده جمهوری اسلامی و این فقط و فقط به خاطر مطالبه‌گری مردم هست، وگرنه جمهوری اسلامی نه قابل اینکه به مردم تعریف بکنه هست، نبوده و نخواهد بود. این فقط مردم هن که با آگاهی رسیدن به حقشون رو دارن مطالبه میکنن از جمهوری اسلامی. درسته. در واقع اون شرایطی که فرمودین بهتر شده دقیقا به واسطه همون نکته ایست که پیشتر فرمودین و افزایش آگاهی و هوشیاری مردم هستش. سپاسگزارم از شما. مرسی. خانم بقراط، آیا دفاع از خود در برابر خشونت سیستماتیک و مرگبار جمهوری اسلامی بخشی از حقوق انسانی و شهروندی ما ایرانیان هست یا خیر؟ و این دفاع از خود به عنوان حالا حق مشروع هم نامیده میشه، تا کجا میتونه پیش بره؟ آیا میشه تا حد دفاع فیزیکی پیش بره؟
آیا در واقع حق شهروندان ایرانی میتونن به عنوان دفاع برای دفاع از خودشون به نوعی دفاع مسلحانه رو پیش بگیرن؟ و فکر میکنیم که جمهوری اسلامی در ادامه رفتارهای خودش برای سرکوب مطالبات مردم چه رویه ای رو پیش بگیره؟ ببینید، موضوع دفاع از خود و دفاع مشروع که به خصوص در سالهای اخیر در رسانه ها یا در شبکه‌های اجتماعی هم مطرح شده، یک مفهوم قضایی و حقوقی هست، یک مفهوم هست در حقوق کیفری و حقوق مدنی در چارچوب نظام‌های حقوقی و عمدتاً روی مسائل فردی هست. برای مثال، من که دارم در خیابون میرم، اگر کسی به من حمله کرد و من بزنم و در دفاع از خودم حتی به قتل اون طرف منجر بشه، حقوق قانون از من دفاع میکنه، چون من به دفاع از خود، از شخص خودم دست زدم. فلسفهش در کجا هست؟ باز هم برمیگردیم به همون حقوق طبیعی انسان و که بخشیش از غرایز طبیعی میاد. ببینید، حتی حیوانات هم موضوع دفاع از خود دارن. شما در حتی رفتار حیوانات خانگی دقت میکنید، میبینید وقتی اگر گربه‌ای داشته باشید یا سگ داشته باشید، میبینید که به محض اینکه احساس خطر میکنن، بسیار شدیدتر از انسان البته واکنش نشون میدن تا خودشون رو به یه جای امن برسونن. این همون دفاع از خود در برابر خطراتی هست که موجود زنده رو در از خودش نشون میده. انسان که وقتی از شرایط طبیعیش بیرون میاد، میاد این دفاع از خود رو در قالب نظام‌های حقوقی و قراردادهای اجتماعی تعریف میکنه، تا هر کی نشه، تا مثل فیلم‌های وسترن هر کس نره حق خودش رو بگیره. نه، اما این در حیطه حقوق فردی هست، در حیطه نظام حقوقی در مسائل کیفری و جزایی هست. اون چیزی که من فکر میکنم باید روش واقعا دقت کرد و در بحث ها با اینها روشنش کرد، در فرهنگ سیاسی و حقوق سیاسی بهش پرداخته میشه و 400 سال پیش جان لاک، فیلسوف انگلیسی، در کتاب دو مقالش درباره دولت بهش پرداخت، حق مقاومت هست. ببینید، در فلسفه سیاسی حکومت‌ها برای این هستند، از عهد همون یونان باستان، از کتاب ارسطو و افلاطون، برای خدمتگزاری مردم هستند، برای تنظیم مناسبات زندگی سیاسی، اجتماعی و حقوقی انسان‌ها بین همدیگه و بین طبقات بالا یا حاکم هستند. حالا در هر دوره‌ای به یه شکلی بوده. خب، در جایی که این حکومت اون وظایف خودش رو انجام نمیده، حقوق مردم رو زیر پا میذاره، مردم حق مقاومت دارند. این حق مقاومت بر اساس همون ابزاری که مردم در دسترس دارند میتونه انجام بشه و اصلا دست من و شما هم نیست که تصمیم بگیریم اینجوری بشه یا اونجوری بشه. سپاسگزارم از شما. پرسش پایانی رو از شما میپرسم خانم کنعانی. ما توی این برنامه الان در واقع 3 میهمان خانم داریم و خب داریم صحبت میکنیم از رفتارهایی که میتونه به نوعی اکت شهروندان باشه، ولی زنان ایرانی رو چطور میشه تعریف کرد در مقابل جمهوری اسلامی؟ اونها نقش بسیار مهم و درجه اولی رو در مبارزات مدنی و سیاسی خودشون علیه رژیم داشتن از ابتدا تا امروز. چنین وضعیتی نه توی تاریخ ایران سابقه داشته، نه توی کشورهای مسلمان و نه حتی غیر مسلمان، یعنی به این شکل ما هیچ وقت شاهدش نبودیم. فکر میکنید که چگونه زنان ایرانی پرچمدار مبارزات مدنی و سیاسی ایران شدن و چرا؟ وقت برنامه هم محدود هست، کوتاه بفرمایید. ممنون میشم. ببینید، وضعیت فعالیت اجتماعی و سیاسی زنها من فکر میکنم از 50 سال گذشته و در اثر آزادی های اجتماعی که در زمان شاه فقید در واقع به زنها
داده شد شروع شد. یعنی این فعالیت به گونه‌ای بود که حتی در شورش 57 هم ما فعالیتی سیاسی رو در زنها به صورت اکتیو و فعال می‌دیدیم و حالا احتمالاً تحت تاثیر روح زمانه یا حالا هر چیزی که بود، مشارکت زنان در اون دوره هم اکتیو بود. دوباره یکی از بزرگترین جنبش‌های زنان در همون 8 مارس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که زنها علیه حجاب اجباری شروع کردن به فعالیت و خب متاسفانه با سرکوب شدید همراه شد. به صورت کلی به خاطر نوع ماهیت ایدئولوژیک و ضد زن جمهوری اسلامی و اینکه کلن قوانین کلن که ضد حقوق بشر هست، اصلا در مورد این ما هیچ شک و شبهه‌ای نداریم، اما نوع خاص قوانین به گونه ای هست که زنها رو در همین روال ضد حقوق بشر خودش هم کاملا کمتر از مردها حساب میکنه و حقوقشون رو به رسمیت نمیشناسه. به گونه‌ای میشه که زنی که به هر حال امروز مشارکت داره و یک زن اکتیو و فعال و یک زن زایای اجتماعی هست، نمیتونه، نمیخواد بپذیره، به خصوص با گسترش آگاهی ها، که جزء فعال، برابر و در واقع مورد احترام جامعه نباشه. همین میشه که به سادگی نقش خودش رو به عنوان یکی از پایه‌های اصلی مقاومت‌های مدنی و اجتماعی و سیاسی علیه سیستمی که سعی در سرکوب، ارعاب و حذفش داره انجام میده. حکومتی که مدام از خانه نشین کردن زن حرف میزنه، از دادن نقش‌های عجیب و غریب و پنهان کردن زن در پستو حرف میزنه، مسلماً باید منتظر باشه که این زن امروزی، این زنی که تحت تاثیر قوانین حقوق بشری حق و حقوق خودش رو میشناسه، قدر و ارزش خودش رو میشناسه، در برابر این میسته و اصلا عجیب و بعید و غیر قابل پیشبینی نیست و نبود که به هر حال ما به عنوان لیدرهای بخشی از جامعه، حداقل در اطراف خودمون هر کدوم از ما، زنان رو میبینیم که کاملا پیش رو، حالا در انواع و اقسام جنبش ها، از دختران خیابان انقلاب که اخیراً یکی از مهمترین اکت ها بوده، تا باز من مثال نامه 14 نفر رو، بیانیه رو میذارم که چقدر زنها توش فعال بودن و در تمام این سالها که چقدر فعالیت داشتن میبینیم و میبینیم که چطور خوب از پس ایفای این نقش اجتماعی برمیان و برخواهند اومد. سپاسگزارم از شما. بسیار خرسند بودم که در این برنامه میزبان سبانوی ایرانی از داخل و خارج کشور بودم. خانم ها فاطمه سپهری، الهه بغراد و فاروق کنعانی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفته بودید و همچنین سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه چالش. تا چالشی دیگر، بدرود.